حفی جان، صدای منو داری الان؟ آماده ای؟ 3 2 1 حرکت. به کوچه خاطره ها نگاه کنید، مجری ما به هر دری در میزنه، به هر خونه سر میزنه. نگاه کنید به چهره ها، به چهره های آشنا. دارن هزار تا خاطره هر یکیشون برای ما. قشنگترین قطعه رو با ساز میزنه، اون که داره قشنگترین قطعه رو با ساز میزنه. این یکی با صدای خوش داره زیر آواز میزنه. یکی میگه ایران من، ایران من، ایران من. ای پرورنده ی هنر، ای روح من، ای جان من. خاطره ها زنده میشن تو کوچه ی خاطره ها. اون چه که حالا میبینید هدیه ما بهر شما. خاطره ها زنده میشن تو کوچه ی خاطره ها. اون چه که حالا میبینید هدیه ما بهر شما. خوش آمدین، خوش آمدین به کوچه ی خاطره ها. خوش آمدین، خوش آمدین به کوچه ی خاطره ها. خوش آمدین. با نام و یاد خدا و عرض سلام خدمت شما بینندگان عزیز و مهربون و دوست داشتنی. هر کجا که هستید آرزوی سلامتی دارم براتون. ما امروز راه دوری رو طی کردیم، اومدیم اتریش، شهر وین، خدمت یکی دیگه از هنرمندای خوب کشورمون. هنرمندی که همه شما با چهرش آشنا هست، همه شما به خوبی میشناسید. نمیخوام لو بدم، با یک آهنگ توی تهران انقلابی به پا کرد که ورد زبون همه مردم ایران شده بود. به همین دلیل ما امروز با گروه کوچه خاطره ها اومدیم غربت، هنرمند عزیزمون رو پیدا کردیم تا یک گفتگوی یک ساعته داشته باشیم. امیدوارم تا پایان برنامه با ما باشید. یه برنامه میبینیم، برمیگردیم، در خدمت شما هست. همینجور که اول برنامه خدمتتون عرض کردم، در خدمت هنرمند بزرگ کشورمون سرکار خانم پروا هستیم. من سلام عرض میکنم خدمت شما. سلام خدمت شما، خیلی متشکرم که یاد من بودید و خیلی لطف کردین که تو این هوای سرد این راه رو طی کردیم و خوش آمدید. زنده باشین، درود بر شما.
خب اگر شما یک سلام علیکی با بینندگان ایرانی، حالا هر جای دنیا که هستن برای ما عزیزن، یک سلام علیکی با بینندگان عزیز داشته باشین، مصاحبمون رو کلید می‌کنیم. اون که حتما درود میفرستم به همه هموطنان عزیزم. امیدوارم که هر جا که هستن سلامت باشن و من بهترین آرزوها رو برای همه ایرانیا، همه جای دنیا دارم. درود بر شما. سرکار خانم پروا، ما خودمون حالا یک خاطراتی داریم از آهنگهای شما، ترانه هایی که خوندید مردم ایران. این خواسته مردم ایرانه که ما خدمت شما رسیدیم. اول برنامه، چون برنامه نامش کوچه خاطره هاست، ما وقتی شروع میکنیم از شناسنامه شروع میکنیم. ما میتونیم شناسنامه شما رو ورق بزنیم؟ بله حتما. صفحه اول شناسنامه خانم پروا چی نوشته؟ بله، من متولد 1328 هستم، 15 خرداد 1328، فرزند اول خانواده هستم. پدر مادرم در قید حیات نیستن الان، خیلی ممنونم. 4 تا خواهر دارم و 2 تا برادر. عرض کنم که خانواده هم اصلا با هنر آشنایی نداشتن و موافقم حتی نبودن که راجب این میخوام سوال کنم ازتون. بله. اصلا پدر من موافق کار هنری نبودن، چون یک کمی ریشه تعصبی داشتن. بله. ولی خب من خودم عاشق موسیقی بودم، از بچگی 7-8 سالگی میخوندم. تصنیف فروش ها که میبردن دم در، فوری ازشون میخریدم. خب پول تو جیبیم رو میدادم تصنیف میخریدم که آهنگای هنرمندا رو یاد بگیرم. اون موقع ها مخصوصا خانم پوران و مرزیه رو خیلی دوست داشتم. درست. بعد از خواهر برادر، از صفحه دوم شناسنامه بگید. بله، سه تا هستیم. بله متعهل هستم. 2 تا دختر دارم که تحصیلاتشون تحصیلات عالیه دارن، تمام شده. دختر کوچکم فوق لیسانس ژنتیک، دختر بزرگم فوق لیسانس شیمی، پسرم هنوز درسش تموم نشده. بله. بله، ان شاءالله که موفق باشن. اینا در کار هنر فعالیت دارن یا اینکه؟ نه، دختر کوچیکم صداش خیلی قشنگه ولی اصلا دوست نداره. دوست نداره. یه خودم خجالتیه، چون این کار در مرحله اول یه کمی رو میخواد. بله. خب بریم کوچه قدیمی شما. نگفتید متولد کدوم استان؟ تهران هستید؟ متولد تهران هستید؟ کدوم خیابون؟ کدوم کوچه؟ من امیریه. امیریه. بچه امیریه هستم. مدرسه دبستانم مدرسه ستوده میرفتم، خانم افضلی. مدرسه دبیرستانم هم مدرسه ایران میرفتم که یکی از معروفترین مدارس تهران بود و من اونجا خیلی شیطون بودم. رشته من ریاضی بود و ریاضیات هم خیلی خوب بود، ولی ادبیات و نقاشی و خط رو اصلا دوست نداشتم. بعد از اون کوچه قدیمیتون الان با در تماس هستین؟ کسی رو میشناسی؟ میدونی از اون؟ نه متاسفانه دیگه از اون از وقتی که من وارد جامعه هنری شدم، میگه اینقدر مشغله فکری زیاد بود که دیگه به اون جاها نرسیدم. ولی بعضی از همکلاسیامو بله گاهی اوقات میبینم در آمریکا، وقتی مصاحبه دارم زنگ میزنن منو پیدا میکنن. بله. و این باعث خوشحالی منه که دوستان قدیم هم همکلاسیام، چون من کلاس 9 که بودم زنگای تفریح بچه ها دور من جمع میشدن. اون موقع خانم همیرا خیلی آهنگاشون گل کرده بود، مخصوصا پشیمانم و صبرم عطا کن، و منو مجبور میکردن که اون ترانه ها رو بخونم. چون تو مدرسه شما از صدای خوبی برخوردار بودید و بله توی جشنهای مدرسه هم شرکت داشتم. خب الان همون بچه محلهای شما در ایران این برنامه رو دارن نگاه میکنن. من به همهشون سلام میگم. بله. دلم برای همهشون تنگ شده. بله. مطمئنن اونا هم دلشون برای شما تنگ میشه. خب اگر اجازه بدید بریم یکی از کارهای زیبای شما رو ببینیم. حالا دوست دارید این کار قدیمی باشه، جدید باشه؟ چون جدیدن هم من اجراهای قشنگ شما رو دیدم. بله. همین شبکه خودمونم داره پخش میشه. بله. یه توضیح مختصر راجع به این کارم دارم. خب من زمانی که وارد جامعه هنری شدم، اون موقع سادگویی و سادخانی خیلی باب بود. بله. اگه خاطرتون باشه
صفحه و بله صفحه کاست بود. که بله. وجود نداشت صفحه بود و در واقع صادقانی زمان خانم سوسن بود، زمان آقاسی بود، مهستی بود، یعنی آهنگهای ساده، اشعار ساده به گوش مردم، به دل مردم خیلی بیشتر می نشست. و من تو اون مقطع وارد جامعه هنری شدم و با ترانه لالایی که لالایی و قاب عکس که صفحه شد، یعنی واقعا یک خودم هم باورم نمیشد که یه روز باور کنید که شاید توی یک هفته 1,000,000 نسخه صفحه، البته صفحه 1 تومن بود، صفحه 1 تومن بود بله، ولی خیلی فروش رفت و این کمپانی دیگه نمیدونید قراردادش رو همون هفته اول با من 3 ساله بست و تا اینکه یه زمانی گذشت تا رسیدیم بعدش به آهنگی که شما تلفنی به من گفتید که مورد نظرتون بود و بله. دوست داشتید. من اول برنامه خدمت بینندگان عزیز عرض کردم که خانم پروا یک آهنگی رو خوندن، البته دو تا، یک شاپرک بود و توتی. این ترانه توتی واقعا یک انقلابی در تهران به پا کرد که تو تاکسی میخواستی بشینی حرفش بله. بود خونه ها حرفش بود، یه موقع مثلا میدون انقلاب دو تا صفحه فروشی بود بله. بغل سینما من اونجا رفتم این سفر رو تهیه کنم، دیدم که واقعا چند نفر قبل از من وایسادن تا این سفر رو بگیرن. این خاطرات دوران خب دیگه نظر لطف شماست، خیلی خاطره داریم. بله فرمودین که هر چیزی که می آوردن در دم در می گرفتین می خوندین از آهنگ تصنیف. بله نه این موقع بچگی بود که دبستان، همون میخوام برگردم دوران کودکیتون نوجوانیتون تا برسیم به عالم هنر که وارد شدید. چیزی از نوجوانی یادتون هست؟ و بعد من تمام آهنگای خانم پوران و بله. اون موقع دبستان که بودم میخوام، چون ترانه ها راحت تر بود بله. یه خوده که بزرگتر شدم که به دبیرستان رفتم آهنگای خانم همیرا رو میخوندم، همیرا رو و مرضیه که خیلی دوست داشتم و بعدش دیگه ترانه‌های خودم. ترانه از جشن مدرسه شروع شد از بله. چند سالگی؟ از 8-7 سالگی فرمودید. من تقریبا بله 12 سالم بود که اون موقع اطلاعات کودکان در هفته 1 روز بچه ها رو جمع میکردن میبردن تلویزیون دکتر محمودی، تلویزیون خیابان وزرا گاندی بله. الان گاندی. اسمش چی بود؟ یه اسم مخصوصی داشت اون تلویزیون. من برای اولین بار رفتم و یه ترانه خوندم از ویگن. بله بچه بودیم دیگه، هر چی بازار یه دفعه میگرفت گل میکرد ما اونا رو اجرا میکردیم دیگه. اون موقع ویگن بود و روانبخش و خانم پوران و خانم الهه که من از خانم الهه هم میخوندم، خانم پوران هم میخوندم. واقعا خدا رحمتشون کنه که یکی از با هر دوتاشون از بهترین ها بودن. خانم آقای ویگن هم اون آهنگ مادرشون رو من خوندم. هر نیم شب در پرتو ما مستان چو بازایم از را خیزد پریشان مادر از خواب از سینه سوزان کشد دیگه بقیهش رو حالا بدون موزیک ممکنه خراب. همه هموطنانی که داخل ایران هستن الان اینجا خواهید. واقعا جاشون خالیه. بله. من بله. از تلویزیون کودکان، برنامه خردسالان کودکان بود. برنامه خردسالان بود. تلویزیون کانال 3 بود. ثابت پاسار بود. یه همچین چیزی. دقیقا خاطرم نیست. ولی میدونم تو خیابون وزرا گاندی بود. بله. بعدش دیگه به دبیرستان که رفتیم و کم کم باز بچه ها تو جشن های مدرسه من شرکت کردم، بعد به کاخ جوانان راه پیدا کردم که اون موقع همه محصلا تو کاخ جوانان برنامه میذاشتن. بله یادم. و بعد از اون دیگه آهنگ های خانم همیرا رو میخوندم و عرض کنم که مرضیه و اینها. این تشویقای دوستان دوربری باعث شد که مثلا ما بیافتیم توی این راه هنر. خب اومدین تو کار هنر،
اولین بار که صدای شما از تلویزیون ملی ایران پخش شد؟ اولین بار از تلویزیون آموزشی بود. آموزشی بود. بله، تلویزیون آموزشی بود. دست داد وقتی صداتون شنیدید. بله، همین من لالایی رو خونده بودم. من خودم اون موقع 19 سالم بود که برای من یک گهواره درست کرده بودن و یه بچه‌ای رو داشتم می‌خوابوندم، لالایی براش می‌خوندم. بله، این وقتی من خودم دیدم باورم نمی‌شد که من الان تو تلویزیونم. فکر نمی‌کردم که یه روزی به هر صورت من خواننده بشم و خوشبختانه اقبال عمومی مردم باعث شد که من تشویق بشم و این راه رو یک کمی جدیتر بگیرم. بعد یواش یواش با آقای حسین صمدی آشنا شدم که ترانه شاه ماهی ها رو و وقتی میبینمت و چندین ترانه دیگه از محمد علی بهمنی که یکی از واقعا شعرهای معاصر ما هستن، شعرهای خیلی خوب معاصر ما هستن، اجرا کردم و از این طریق دیگه به رادیو راه پیدا کردم و تلویزیون ملی و کارمند پیوسته رادیو تلویزیون شدم. خانم پروا اینقدر زیبا صحبت میکنن، بعضی از سوالها رو نپرسیده، ماشاءالله خودشون اطلاعاتشون ماشاءالله خیلی قوی. خانواده ها اون موقع خیلی سخت میگرفتن چون میدونیم که تلویزیون رو حروم کرده بودن، رادیو رو حروم کرده بودن، بیشتر خونه ها تلویزیون نداشتن. خانواده ها خیلی سخت میگرفتن حتی برای پسر، حتی برای پسرشون. خود من که من رفته بودم تئاتر، پدر من، البته این تکراریه چون یه جای دیگه این موضوع رو گفتم، به من میگفتن شما چون نون مطربی میخوری دیگه با ما نباید حرف بزنی. به من میگفتن شما رفتی مطرب شدی. من تئاتر کار میکردم. تا برسه به دختر، خانواده شما مخالفت نکردن؟ بله، من پدرم که مخالف بودن، ولی به هر صورت این عشق خیلی زیاد بود که باعث شد من ایشونو مجاب بکنم که من دوست دارم این راه رو از طریق درستش ادامه بدم. و به رادیو و تلویزیون که رفتم دیگه هی روز به روز سعی میکردم که شیوه خودم رو به جلو ببرم. به هر صورت به یه طریقی دلم میخواست که پله های ترقی رو طی بکنم. به همین جهت بعد از این انقلاب که به هر صورت پیش اومد، اون موقع آخرین ترانه من میدونید که موسم گل بود که دیگه اون از با تنظیم زیبای مجتبی میرزاده منو به اوج برد. چه سالی بود؟ سال 56. سال 56. بله. که واقعا یعنی منو مطرح کرد بین صاحب نظرای موسیقی. و این بر من واقعا افتخار بزرگی بود که با هنرمندان خیلی بزرگ در اون زمان کار کردم. رادیو کریم فکور عرض کنم که استاد لشکری، بزرگ لشکری که در رادیو یک کار همایون خیلی قشنگ. با آقای جواد لشکری هم نسبت داشتن؟ نه، بله، برادرشون. برادرشون. ولی بزرگ لشکری بزرگشون بود. بله. که ایشون الان در تهران وارد کننده پیانوی یاماها هستن. نماینده و خیلی ترانه قشنگی ایشون به من دادن در استودیو خود شماره 8 خود رادیو با هنرمندان بزرگ رادیو ما ضبط کردیم. و متاسفانه بعدش دیگه این شرایط پیش اومد که دیگه ما ادامه نتونستیم بدیم. اما این عشق باز منو به اون واداشت که برای ارائه شاید فضایی وجود نداشت، ولی من دنبال تحقیق و تکنیک و آموزش رفتم. بله. و کار ردیف و موسیقی کار کردم، ردیف رو کار کردم که الان اینجا در خدمت شما هستم. بله. با این ترانه واقعا ما ایرانی ها به وجود شما افتخار میکنیم، چرا که ما هر جای دنیا که باشیم ایرانی هستیم. بله. خب اینجا که هستیم دلتون برای ایران تنگ میشه؟ معلومه که تنگ میشه. بله، من میرم میام مرتب. بله، و اینجا به خاطر بعضی از من چون اینجا کار میکنم. بله. یعنی یک مؤسسه اینجا تأسیس کردم، نه مؤسسه زیبایی و زیبایی. کار دیگه و
مجبورم که در اینجا باشم و به خاطر کنترل پزشکی که الان 10-12 ساله که حدود 14 ساله که تحت کنترل هستم. ولی میرم میام، مملکتم رو دوست دارم، خانوادم در ایران هستن و افتخار میکنم که یه ایرانی هستم و افتخار میکنم که کار موسیقی رو الان در یه حدی که بتونم یه حرفی برای گفتن داشته باشم انجام میدم. خب بعد که رفتین رادیو تلویزیون، تصویر شما رو خانواده دیدن، رفتن اونا هم به وجود شما مثل ما که افتخار میکنیم به وجود شما افتخار دیگه آشتی کردن. آشتی کردن با شما. بله. چقدر خوانندگی رو دوست دارین که اینقدر با عشق ازش یاد میکنین؟ خب خیلی. ببینید من واقعا موسیقی، من فکر میکنم بیشتر از هر چیزی تو وجود انسان تأثیر مساعد و مناسب داره. من به خاطر اینکه یک بیماری سخت رو با موسیقی درمان کردم. یعنی این من فکر میکنم هر که شما این اولا این گل قشنگو شما آوردید الان نگاه خواهد. کردم به من خیلی ممنون خواهد. دستتون درد نکنه. ولی شما همین درخت این گیاه بامبو رو ببینید، واقعا اگر براش موزیک بذارین و نور بهش بدین رشدش دو چندان میشه. یعنی تمام گیاه ها، تمام موجودات روی زمین تحت تأثیر موسیقی قرار دارم و من بیشتر از هر کسی گاهی اوقات خودم تنهایی میشینم پشت رول، مثلا میرم یا میرم توی پارکی میشینم بر خودم آواز میکنم، اشک میریزم، نمیدونم، خوشحال میشم، دلم باز میشه. فکر میکنم همه هنرمندایی که موسیقی رو تو کار موسیقی هستن و موسیقی رو به صورت سرگرمی که نه، یعنی به صورت عاشقانه علاقه من باشن با موسیقی اینقدر هنر تو خون شما نزدیک هست، باید اینجوری باشه. هنر تو خون آدم باشه، عاشق باشه تا بتونه کارشو با موفقیت جلو ببره. خب اولی من حالا اسم نمیبرم، با خیلی از اساتید موسیقی یا خواننده های ایران در داخل ایران وقتی گفتگو میکردیم، ببینید این خیلی خوبه که آدم احترام پیشکسوتش رو داشته باشه. حالا نمیخوام بگم که شما بزرگتر از اونا هستید که پیشکسوت، ولی خب برای همه ما عزیز هستید. با خواننده های مختلف یا اساتید موسیقی صحبت میکردیم، به خوبی از شما یاد میکردن، همیشه از شما تعریف میکردن که در عالم موسیقی حرف اول رو میزنید. نه حرف اول که نه، حرفی برای گفتن دارم. این که نظر لطفشونه، منم همه را دوست دارم، برای همه احترام قائلم، همهشون عزیزن و هر کسی که این راه رو درست بره بر من قابل احترامه. هر صدای خوبی شنیدنیه، هر موسیقی خوبی شنیدنیه، حتی خارجی باشه، حتی موسیقی پاپ باشه، موسیقی سنتی باشه، ایرانی باشه، موسیقی اصیل باشه. من خودم با بعضی از چیزها، موسیقی ترکی، عربی، همه رو دوست دارم، واقعا لذت میبرم و باهاشون زندگی میکنم. با بعضی از عزیزان که صحبت میکنیم، خب هر کسی برای خودش شاید الگویی داشته باشه. شما فرمودین که از آهنگای پوران رو میخوندین و همیرا رو میخوندین. خانم پروا برای خودش الگو داشته تو عالم هنر؟ من تا زمانی که وارد جامعه هنری نشده بودم، خب بله، ترانه‌های این هنرمندان بزرگ رو میخوندم، براشونم و لذت میبودم، خیلی هم براشون احترام قائلم. ولی از وقتی که خودم برای خودم آهنگ ساختم و من وارد دنیای هنر شدم، فکر میکنم که شبیه کسی نخوندم و راه کسی رو نرفتم. این آهنگا مخصوص صدای خود من ساخته شد. ساخته شد، بله. بله، شاید خیلی هم خواستن مثلا این ترانه ها رو بخونن. بله. یعنی اصلا نمیشه. من هرگز نمیتونم کار خانم دلکش و خانم مرضیه رو مثل ایشون بخونم. حتی من همیشه به یادشون، حتی در آخرین کنسرتم که دانشگاه UCLA داشتم، من یکی از کارهای دو سه تا از کارهای یک کار خانم پوران خوندم
یکی از خانم عزیزی خوندم، یکم از خانم همیرا، ولی به یادشون برای گرامی داشتشون. ولی من فکر میکنم که صدای من مخصوص خودم باشه. مخصوص خودتونه، بله. و خب اگر اجازه بدید، چون من یک بارم اعلام کردم، حالا بینندگان عزیز ما میگن اینا موسوی چقدر بدقوله، میریم آهنگ شما رو میشنویم، میبینیم، برمیگردیم باز در خدمت شما. بله، اگه شما اشکالی نداشته باشه بریم موسم گل رو گوش بکنیم. بله. که این بیاد، ما بیایم توی خاطر، یعنی اون خاطرات گذشته تداعی بشه، اون دوران طلایی موسیقی ایران تداعی بشه، و بعد بگیم که حالا چند مرده حل بشه. انتخاب خود خانم پروا، گوش میکنیم، میبینیم، بعد موسیمی دل شد وقت گل چیدن، خوش بود روی گل چهره بوسیدن، جامعه می باید گل رو خواهی، بوس از این و گلوی از آنگی، به خیالت که به حالت با خبر هستی، ای گل نه اثاری ما کشی دستی، ای گل نه دیدیم و شنیدیم صدای سرکار خانم پروا رو. ما که لذت بردیم، امیدواریم شما بینندگان عزیزم لذت برده باشین، قطعا همینطوره. خب
جا داره اینجا من از چند نفر عزیز تشکر کنم. منو توی خیابون، توی مترو یا هر جای این داخل ایران که میرم شرمنده میکنن. از اون کفاشی که در میدون انقلاب نشسته بود جلوی منو گرفت گفت کفشتو واکس نزنم نمیذارم بری. آخه. یا از اون سرهنگ سرکار خانم پروا، انقدر این مردم خونگر، هنردوز، مهربون. یا اون سرهنگی که با اون لباس مقدسی که در تنشه اومد جلو شونه های منو بوسید. من بهشون افتخار میکنم. جشنواره مطبوعات که رفته بودم چقدر مردم منو شرمنده کردن. این برنامه کوچه خاطره ها خدا رو صد هزار مرتبه شکر به دلتون نشسته و ما رو مورد تشویق خودتون قرار میدین. من شخصا خودم رو دارم میگم، در جایگاهی نیستم که اینجوری به من محبت بکنید. شما چهره هنری سرشناس شدید دیگه. خیلی تبریک میگم. ولی واقعا همطور که شما میفرمایید همین چیزاست، همین استقبالا، همین اقبال عمومی هستش که این عشق رو تو وجود آدم زنده نگه میداره و این ارتباط رو آدم دلش میخواد که همیشه داشته باشه. چند تا از این راننده های تاکسی که منو سوار میکنن، حالا توی مسیر روی مقصدی رو میخوام برم، از من کرایه نمیگیرن. من خجالت میکشم. من دوستتون دارم. این برنامه برنامه ایست که شما خواستین و ما حرکت کردیم. شما خواستید ما بریم هنرمندان رو پیدا کنیم، حالا هر جای دنیا که باشن این کار رو انجام میدیم، با افتخارم انجام میدیم، چرا که این هنرمندان عزیز گردن ما خیلی هم دارن، خاک صحنه خوردن. خانم پروا همینطوری خانم پروا نشده، خیلی سختی ها کشیده. درسته که معروف و مشهور و محبوبه، ولی خیلی سختی کشیده تا به اینجا رسیده. بازم من تشکر میکنم از اینکه امروز پذیرفتین در خدمتتون باشم. خانم پروا، میخوام بدونم اولین قراردادی که با تهیه کننده بستید یادتون هست؟ بله دیگه، من یه قرارداد بستم 3 ساله. البته ماهی 3000 تومان به ما میدادن. صفحه 3000 تومان میدادن. 3000 تومانی. بله. البته هزینه ضبط و شعر و آهنگ و همه رو کمپانی فیلیپس میداد. بله. و من 3000 تومان به من میداد که این سفر بخونم. بخونی. خب 3000 تومان. تازه خیلی پول بود. خیلی بله. زیاد بوده. ما اون موقع خونه مثلا می‌خریدیم 10-12 هزار تومان. 12 هزار تومان خونه می‌خریدیم. یه صفحه. بله. یه صفحه دو تا آهنگ توش جا می‌شد، دو تا ترانه توش. بله. جا می‌شد. فکر کنم 42 دور می‌چرخید تا یه ترانه خونده بشه. ولی الان خیلی خوب شده. الان شما می‌بینید 2000 تا ترانه توی یک دسته انقدر جا بله. میشه. بله، فلش مموری. بله. خب اولین قراردادی که بستین 3000 تومان بود. بله. بعدش دیگه 3 سال که تموم شد دیگه آزاد کار کردم دیگه با کمپانی های دیگه، مثل کاسپیان که آقای بیبیان داشتن، با کمپانی های دیگه دیگه اونا رو یادم نیست راستش. این 3000 تومان چون اولین پول قرار دادم بود بهم چسبیده بود. همون اولین قرار داد. بله خیلی دوست داشتم. دوستش داشتم. خاطره خوب می. بله. خب خواننده معروف اون زمان کیا بودن که تو ایران؟ بله، عرض کردم که خانم سوسن بودن. نه، اون موقع زمان من خانم آقای آقاسی بودن و خانم هستی. خانم گفتم که اون موقع باب شده بود ساده خونی، ساده گویی، و این ترانه های مردمی زیاد طرفدار داشت. وگرنه من خودم هم اصلا دوست داشتم گلها بخونم. ولی خب یه افراد خاصی استقبال میکردن، خیلی هم خوب بود. متاسفانه من این شانس رو نداشتم که از اول از اون راه برم، ولی من از آخر شروع کردم. خب از بین این ترانه هایی که خوندید، من نمیتونم بگم شما کدوم یکی از این بچه هاتون رو دوست دارین، ولی این سوالیه که پیش میاد. میخوام بدونم از این آهنگ هایی که خوندین، از این ترانه هایی که خوندین، کدوم یکی به دل خودتون نشسته که تو خونه راه میرین؟ همین که الان قبل از این سوالم گفتید که پارک میرم میشینم میخونم، تو خونه راه میرم یا تو پشت رول هستم میخونم، کدوم یکی از ترانه هاتو بیشتر میخونی؟ حالا بستگی به حال آدم داره. الان که خب چون ردیف و دستگاه بیشتر به دل آدم میشینه، یعنی هوس میکنه که اجرا بکنه، هر حال هر زمانی آدم یه حال و هوایی داره. بله. مثلا قدیما من یادمه میگفتن که شور مال شبه. بله. چارگاه مال صبحه. همایون. بله. مال صبحه.
عرض کنم که خب من آواز همه رو دوست دارم، نمیتونم واقعا بگم که چی کدومو، ولی هر حال هوایی هر زمانی برای خودش یه حس و حال مخصوصی داره. بله. از قدیم گفتید، خب قدیم خب خونه ها تلویزیون نبود، رادیو نبود. من یادم میاد، البته من اون موقع خیلی کوچیک بودم، فقط تو قهوه‌خونه ها رادیو. شما از ما کوچیک‌تر بودین. من کوچیک‌ترم؟ من متولد 37م خانم. خب پس دیگه ببینین آقای موسوی دارین الان وارد خیلی معقولات مشکل میشین. تو خیابون بعضی هم ای وای خانم پروا، من شما رو بچه بودم میشناختم. شما هم بچه بودین؟ نه منظورم شما نبودین. نه ولی واقعا شما اگه 37 که باشین 9 سال از من کوچیک‌تر. من نه منظورم به رادیو بود. رادیو فقط توی قهوه‌خونه ها بود، همه جا نبود. بله. تلویزیون هم بود. ما گاهی وقت از مدرسه رد می‌شدیم از اون پشت یه نگاهی می‌کردیم. خب اون موقع اصلا شما دوران شاید کودکیتون بود. خونه‌مون تلویزیون نبود. خونه‌ها تلویزیون نبود. یا تو قهوه‌خونه ها بود. به اصطلاح این رادیوهای قدیمی خیلی شیک می‌ذاشتن و مردم هم می‌رفتن اونجا می‌نشستن به اخبار و اینا. آها نه اونو ما داشتیم. یه رادیو قدیمی داشتیم که بابام همیشه اخبار گوش می‌کردن. بله. خب دیگه شما ماشاءالله خانواده احیون بودین که نه احیون هم نبودیم، ما خیلی خانواده معمولی. شاید هم هزار تا خونه یه دونه رادیو، ولی رادیو رو داشتیم. بله. خب من جلوی دوربین میگم، من لال بشم اگه بگم خانومی از زن از 20 سال به بالا بره. نه خیر خانوم هم میشه. من که اول برنامه گفتم متولد 1328 هم، یعنی الان حدود 63 سال. خب اینو شوخی کردم که بینندگانم یه خورده از اون حال احوا. ولی من با هم افتخار میکنم که تو سن 63 سالگی خب خیلی از هنرمندان با صداشون رو داشتن، ولی حفظ کردم به خاطر همین علاقه و عشقی که به موسیقی داشتم و اعتقادی که دارم از نظر اینکه همه چیز آدم با موسیقی میتونه عجین باشه، ساخته بشه، درست بشه، میدونم نزدیک بشه. یعنی واقعا با موسیقی میشه به عرش رفت. درسته. بله. این که خب برای ما ثابت شده است. حالا بعد دلتون برای تلویزیون سیاه‌سفید اون زمان تنگ شده؟ فقط تلویزیون رو گفتم. سیاه‌سفید، عکسای سیاه‌سفید و تلویزیون. بله. اون موقع البته من زمانی که میخوندم ما رفتیم تلویزیون برنامه های رنگا رنگ و میخک نقره‌ای و اینها رنگی بود تلویزیون. رنگی. بله اون موقع رنگی بود. بله و تازه اولش بود، ولی اونم یه حس و حال خودشو داشت. بله. خب حالا بگذاریم از این که صدای خانم پوران یا همیرا اون که دوران نوجوانی بود، با کدوم یکی از خواننده های داخل کشور راحت بودین شما؟ من اولین هنرمندی که روی صحنه از صحنه اومدم بیرون دیدمشون هم خانم پوران بودن. خانم پوران. یه دفعه من رو بغل کردن گفتن که وای، من گفتم این کیه که اینقدر قشنگ میخونه؟ گفتم قربونتون برم. من افتخار میکردم که یه روز آرزوم بود که شما رو ببینم یه روز پشت صحنه. خاطرم هستش که جشنی برای سازمان آب داشتیم. یعنی از واقعا از سن که اومدم پایین رفتم پشت صحنه خانم پوران رو اونجا دیدم. بعد خیلی همیشه دوستشون داشتم دیگه. بعدش با همه یواش یواش آشنا شدیم. دور از حالا خانم پوران در امامزاده طاهر کرج دفن شدن. امیدواریم که هموطنان ما همیشه، من چون خونمون کرجه. بله. ما همون موقع ما کرج بودیم. بله. اولین کسی که سر مزار ایشون بود من بودم و آخرین کسی هم که در بیمارستان با ایشون بود باز من بودم. جوتی جون میخوام برات سر بگم، به سعدی دل پر خسته بگم. منم مثل چوب دامی اسیرم، تو باغ آرزو دارم میمیرم. جوتی جون نمیری الهی، دوباره پر Thank you.
وقتی جون نمیدی الهی، دوباره پر بگیری الهی، جوتی جون نمیدی الهی، دوباره پر بگیری وقتی این برنامه که داره پخش میشه در یک ساعت زمان، یک ساعت و نیم، همین شب جمعه گذشته 750 تا پیام داشتم. چرا که در برنامه‌تون از خانم فلانی نمیگین، از آقای فلانی نمیگین. ببینید این برنامه کوچه خاطره ها هر هفته مخصوص یه نفر. ما نمیتونیم حق خانم پروا رو بگیریم بدیم به فلان آقا یا به فلان خانم. 58 قسمت تا الان پخش شده، حدوداً 60-70 قسمت دیگه اگه زنده باشم ادامه داره انشالله. این برنامه هر هفته مخصوص یک نفر. من ازتون خواهش میکنم این پیام هایی که میدید خیلی کوتاه باشه، خیلی خلاصه باشه، چرا که من همه پیام های شما رو میخونم خانم پروا، بیشتر پیام هایی که میخونم گریه میکنم. واقعا چیزایی برای من مینویسن، میشینم چون دیر وقت میشینم اینا رو میخونم که خانواده خواب باشن، خدا رو شاهد میگیرم که وقتی اینا رو میخونم گریه میکنم. خیلی کوتاه باشه، ما هم بالاخره شب داریم، روز داریم، یا مثلا زمان این تلفن. خب ما الان اومدیم خارج از ایران، ایران خب همه شما میدونید که ما خب بالاخره ساعت 12 بعد باید بخوابیم، صبح ساعت 8 بعد باید بیدار بشیم. مثلا پیدا کردن همه هم خیلی مشکله دیگه، باید زمان میبره تا اینکه. میخوام بگم که ساعت مثلا 6 صبح، 5 صبح، 4 صبح تماس میگیرید. مثلا چند روز پیش یک نفر 4 صبح زنگ زد. آقا ببخشید شما آهنگساز سراغ دارید، خب این خیلی بده. شما هموطنان میدونید که من یه بیماری دارم که تا ساعت 10-11 صبح باید دارو بخورم، نمیتونم رو پای خودم وایسم، من شیمیایی هستم. آخه رعایت همدیگر رو داشته باشیم. من ازتون خواهش میکنم بدونید چه ساعتی زنگ میزنید. برای خب شما تلفنتون رو بکشید. خب نمیشه، یه وقت خاصی رو برای برنامه زنگ میزنه، با همین یک تلفن امکان داره جون یه نفر رو نجات بدیم. نمیشه. شما خودتون هنرمندین، هنرمندا یک روح دیگه، این عرق ملی شماست. بله ممنون ازتون، بازم ما رو یاری میکنید، تماس میگیرید، نامه میدین، ایمیل میزنید، اس ام اس میزنید، تلفن میزنید. من از شما ممنونم، تشکر میکنم. بریم سراغ سوالای خانم پروا. من میگم وقت خانم پروا رو زیاد نمیگیرم. نه خواهش میکنم. خب الان بله بله بعد از انقلاب که ما برصد دنبال تلمذ بودیم، آموزش، و این
خودش 23 سال طول کشید. بله. ولی بعد از 23 سال که منم یه گفتم که یه بیماری داشتم برای به آمریکا رفتم، همین علاقه مردم، همین مصاحبه که من در یکی از رادیو رسانه ها داشتم اونجا و مجله ها، ایران یا خارج از ایران؟ آمریکا. بله. باعث شد که من دوباره دیدم که خیلی حالم داره خوب میشه، یعنی واقعا خیلی من افسرده و مریض بودم، حالم خوب میشه. این باعث شد که منو دوباره به موسیقی برگردونه و تصمیم بگیرم که کارهای نیمه تمام گذشته رو تمام بکنم و اجرا بکنم و همین به 6 تا یا 7 تا آلبوم تا الان ختم شده. من خوشحالم. بعد از انقلاب؟ بله. اونجا آقای صمدی رو دوباره دیدیم که یکی همین بهترین کارهای اون زمان و برگزیده ها رو انتخاب کردیم و در یه آلبوم شرکت پاس ویدئو ارائه داد و هزینه ما رو داد. به هیچ خواننده‌ای پول نمیده. به آقای کعبه‌ای که من از اینجا بهشون سلام میکنم 20,000 دلار اون زمان 12 سال پیش به من دادن و اون آلبوم شاه ماهی ها رو دوباره اجرا کردیم و حتی آلبوم کنسرتمون هم خریدن و این باعث شد که من دوباره ادامه بدم و یه کاری هم به شرکت ترانه دادیم، ولی بقیه کارها رو من خودم یک به نام شکست سکوت اولین کاری بود که من خودم تولید کردم و برای در اختیار مردم گذاشتیم. اونجا استفاده مالی بر من آنچنان نداشته، ولی من خودم رو راضی کردم، ارضا شدم. و این 2 سال اخیر که دیگه اومدیم کارمون رو تکمیل بکنیم، کامل‌تر شد. آلبوم بهار را باور کن با 4 تا ترانه از آقای محمد شمس که من فکر میکنم که از نظر موسیقی ما نظیر ایشون رو کم داریم در موسیقی ایرانی، در جامعه هنری. من افتخار میکنم 4 تا ترانه های ایشون رو خوندم. خیلی کارهای سختی بود، با ارکستر سمفونیک پاریس انجام شد، 55 تا ارکستر در این کارها نواختن و با شعر فریدون مشیری که 1 ترانه 10 دقیقه شد. شما میدونید که الان ترانه ها رو برای اینکه بگذرن ازش، زود بگذرن، 5 دقیقه میذارن و بعد 4 دقیقه. بله دیگه، یعنی جنبه انتفاعی داره. بله. ولی ما این کار رو نکردیم. یعنی واقعا این برای من یک داستان، این بهار رو باور کن، شعر آقای فریدون مشیری که خدا رحمتشون کنه، و بعد از پژمان بختیاری، از آقای تورج نگهبان، از کنم که از استاد نواب صفا در این آلبوم استفاده شده از اشعارشون. این آلبوم هم به نام بهار رو باور کن هست. و آخرین کاری که من اجرا کردم کار خلیج فارسه که خلیج فارس. من با افتخار اینو اجرا کردم و چند جای دنیا اینو رفتم تا اینکه بتونم اینو تمام کنم. بله، بخواستم سوال کنم که تا الان چند تا آلبوم کلن، چه قبل انقلاب و بعد انقلاب به بازار بده؟ والا الان خاطرم نیست. من فکر کنم یه چیزی حدود صدای بچه و حتما همسایه از کنم که فکر کنم قبل از انقلاب من حدود 200 تا بیشتر ترانه داشتم، ولی الان گفتم 6 تا آلبوم یا 7 تا آلبوم دارم که حدود هر آلبومتون چند تا؟ 50 تا ترانه شاید توش جا دادیم. 5 تا آلبوم 50 تا هر آلبوم. فکر کنم حالا یه بعضیش ممکنه تکراری، 60 تا 70 تا دقیقا نشمردم. حالا این دفعه حتما میشمارم، برای شما ایمیل میکنم، شما اعلام بفرمایید. خانم پرواز زنده و سلامت باشن. من با همه ما، البته این سوال باز تکراریه که چرا ما ایرانی هستیم، به ایرانی بودنمون افتخار میکنیم. سرکار خانم پروا این آهنگ خلیج فارس رو خوندن. خلیج فارس خب یک افتخاریه برای همه ما.
خیلی جاها با این آهنگ ها مخالفن، دوست ندارن خونده بشه، چون یه دی میگن خلیج عربه، یه دی میگن ولی ما خب اونا دلشون خب ممکنه که یه برنامه هایی تو کارشون باشه که بخوان یه جاهایی برن که ممانعت بکنن از کارشون. من میدونم ولی ما نه. یک خواننده مثلا حالا خلیج فارس رو خونده بود، دبی راش نداد. بله. خب ولی ما افتخار میکنیم خلیج همیشه فارسه، میریم ترانه خلیج فارس رو میشنویم، میبینیم، برمیگردیم، باز در خدمت شما هست. میگم چقدر زیبا اجرا کردید واقعا. خب خانم پروا، از گذشته خودتون راضی هستین؟ خدا رو شکر. خدا رو شکر. اگه نباشم که کاری نمیشه کرد. خدا رو شکر. ما میگیم خدا رو شکر، خدا کنه که همه هنرمندای ما سالم. ولی واقعا فقط دلم میخواست که همیشه هموطنامو هر وقت که دلم بخواد ببینم. بله. یعنی غیر از اینه. به حسرت توی جامعه هنر باشم تو مملکت خودم. یک کار جدید ما بازم میگه اینو، باز من یه جای دیگه حتما میگم که شما همیشه اینو نشون بدید، چون این یه بزرگی میگه که گمان مبر که به پایان رسیده کار مغان، هزار میگه ناخورده در رگ تاگ است تاکست. گمان مبر که به پایان رسید کار مغان، هزار می ناخورده در رگ تاکست. یعنی ما هیچ وقت نمیتونیم بگیم کار آخرمون کدومه. بس. هر وقت که میایم پشیمون میشیم، راستش این که خیلی پول خرج میکنیم، بس. بعد پشیمون میشیم، پولمون تموم میشه، باز دوباره یه دفعه یه اتفاقی میفته که تصمیم میگیریم که دوباره یه کاری رو ارائه بدیم، انجام بدیم. و من یه کاری، چند تا کار هستش که الان دارم جمع‌آوری میکنم و ضبط میکنم، با اینکه واقعا در نهایت دیگه، در نهایت بی بضاعتی، در نهایت حد بضاعت خودم دارم این کارا رو انجام میدم، جمع‌آوری میکنم، که یکی از کارها مربوط به استاد علی تجویدی هست. عرض کنم که کارهای دیگه، کارهای قدیمی داریم، یکی دو تا هم از کارهای خودم هست که دوباره داریم ضبط میکنیم، اجرا میکنیم. یکی از کارها خیلی خیلی مناسبت داره با حال و احوال ما. یه وقتای آدم تو خیابون میره میبینی که نمیشناسنش، واقعا شناخته نمیشه، و این باعث شد که استاد تجویدی زمان قبل از مرگشون لطف میکردن به من و من همیشه در منزل ایشون این دو ماه آخر رو حضور داشتم. همسرشون نازنین به من زنگ میزدن و این یکی از کاراشون رو داده بودن که من اینو بخونم، یاد بگیرم و بریم با هم اجرا بکنیم، یعنی ضبط بکنیم. ولی متاسفانه وصال نداد و همیشه میگفتن که خوبه که تصنیف و خانما بخونن و تو، من دلم میخواد که برات یه کاری بکنم، یه کاری با من داشته باشی، و متاسفانه نتود. ولی من یه بخش کوچیکی از این ترانه رو براتون میخونم. خواهش. این مناسبت داره بهتون بگم که حالا بعدش چرا. بله خواهش. میگه یک نگاه کرد و گذشت، منو نشناخته بود، منو نشناخته بود، آخر رنج و غم و درد کارم رو ساخته بود. اون که از شاخه عمر منو با دست غم انداخته بود، منو نشناخته بود، منو نشناخته بود، آخر رنج و غم و درد کارم رو ساخته بود. البته این آقای تجویدی از آقای بیژن ترقی از دل خودشون گفتن، آقای تجویدی هم به دلشون نشسته بود از حال خودشون که به هر صورت جوانی میگذره، پیری میاد و خیلی ها هستن که این یه زمان طولانی آدمو نمیبینن، بعد که میبینن ممکنه یادشون نیاد آدمو. منم
پیروی از این دو عزیز و بزرگ. این ترانه رو دارم الان ضبطش میکنم، امیدوارم که به همه عزیزان ایرانی، به همه جوانها و همه همسن و سالهای خودم بدونن که کارشو به هر صورت روزگار کار آدم رو میسازه و عیبی نداره. اینم یک فصلی از زندگی آدمه. زندگی زیباست، زندگی همشه زیباست. باید تشکر بکنم از شما. خواهش میکنم. خیلی ممنون. خیلی لطف کردین. خواهش میکنم. من اگر اجازه بدید قبل از خداحافظی یک گلگی هم بکنم. تا اینجا برنامه خوب بود، زیبا بود، دوست داشتنی بود، امیدوارم به دلتون بشینه. ولی من از چند نفر خانم پروا گله دارم، جلوی دوربین بگم که عزیزان، دست من و آقای صالحی نیست که این برنامه کوچه خاطره ها به دل مردم نشسته. چرا که ما عاشقیم، عاشقانه این کارو شروع کردیم، از هیچ جا هیچ مبلغی نمیگیریم. تا الان طی این 3 سالی گذشته که این برنامه پخش شده هیچ اسپانسر هم نداشته. و اما گلگی من از چند تا از دوستای خودمه که تا دیروز با ما همکاری میکردن. خب حالا به دلایلی، چون تو آلمان به ریال و تومن دستمزد نمیدن به کارگرای آلمانی، خب پول گرون شد، شرایط اقتصادی گرون شد، چون من اسپانسر نداشتم هیچکی کمکم نمیکرد. خب آقای صالحی خدا رو شاهد میگیرم که عاشق این کاره، اومده داره کمک میکنه، هیچ دستمزدی هم نمیگیره. منم به وجود آقای صالحی افتخار میکنم. چرا؟ واقعا هنر دوسته. عزیزان شما که تا دیروز با ما همکاری میکردید، چرا چوب لای چرخه این برنامه میذارید؟ زنگ میزنید به شبکه که آقای موسوی داره دنیا رو میچاپه. من جلوی همین دوربین میگم هر کسی حتی 1000 تومان به من کمک کرده مدیونه که زنگ نزنه به شبکه نگه. خب حالا من یه چیزی خدمت شما بگم آقای موسوی. شما چون مطرح هستید، برنامه ها اصولا اشخاص مطرح، برنامه های مطرح، خب تو جامعه هنری هم از این برنامه ها هستش، حتما به هر صورت خیلی هم دوست انتظار نه دوست خیلی داریم، برای دشمنم پیدا خواهد کرد. شما نگران نباشید، انشالله توکل به خدا بکنید همه چیز درست میشه. ما خدمت شما رسیدیم، من باید حرمت اینو داشته باشم. این عزیزانی که الان چوب لای چرخ کوچه خاطره ها میذارن میدونن که من چقدر بهشون محبت کردم، چقدر به خواستشون رسیدگی کردم. الان دیگه دست بالمون تنگ، نمیتونیم 10 نفر رو مثلا بیاریم منزل یه نفر. نباید که این حرکت ها رو بکنن و تیشه به ریشه ما بزنن. شما گذشت بکنین، من از طرف همه از شما عذرخواهی میکنم، تشکر میکنم که تو این راه خیلی زحمت میکشین. از آقای صالحی همجور، از دوست عزیزمون که الان دوربین دور رو دارن، اسمشون رو میخواین بفرمایید؟ آقای بهمن خان. و در نهایت از آقای دشتی زاده که من میدونم که خودم آگاه هستم، واقفم که واقعا چقدر با مشکلات اونجا رو اداره میکنن، اون سازمان به اون بزرگی رو، و با آگهی ها فقط کارشون راه میفته. و گاهی اوقات هم واقعا من میدونم که تا نصف شب، نیمه شب در اونجا تلویزیون میمونن برای اداره اون مؤسسه. خیلی ازشون متشکرم، از همه دوستان عزیز که لطف دارن به هنرمندان و رسانه ها خیلی متشکرم. امیدوارم که یه روزی دست و بال هممون برای کارهای هنری بازتر باشه. انشالله. خب من 2 تا سوال دیگه، چون سوال زیاده، آقای صالحی هم اشاره میکنن که 4 دقیقه، چشم. 2 تا سوال خیلی خلاصه. مردم قدردان شما بودن؟ در ایران بیشتر. خب اینجا که دیگه قربت، خب معمولا خب خیلی ها نمیشناسن ما رو، هر چقدر هم که. خب چه پیامی برای مردم دارید؟ حرف آخر میخوام خودتون مستقیما با این دوربین 1 با مردم ایران صحبت کنید. من تنها توقعم از همه مردم، یعنی از طرف همه هنرمندا اینو میگم، همینطور که هنرمندا زندگیشون، عمرشون، عشقشون و خیلی چیزاشون و پولشون و یعنی واقعا وقتشون و همه رو با عشق به عزیزان، شنونده ها، بیننده ها، علاقمندان موسیقی میذارن، اونا هم
به همین نسبت بهشون جواب بدن. این بزرگترین چیزیه که ما میتونیم داشته باشیم و با این زندگی بکنیم، بهش عشق ببرزیم و زنده بمونیم. جناب آقای صالحی، یک پاساجی هستش، من الان اسمش حضور ذهن ندارم، وقتی وارد اون پاساج میشیم مردم اون پاساج صادقیان، من تشکر میکنم از اهالی مردم اون پاساج، از کاسبای اون پاساج، وقتی وارد اونجا که میشیم خانم پرواز چه کار که نمیکنن برامون اسفند دود میکنن، دستشون درد میکنن، میان جمع میشن اونجا هر کدوم از یه خاطره. حالا شما میرین اونجا ما چه جوری بریم اون پاساژ اسفند برامون دود کنن؟ شما الان مهمان خانه های همین اشخاصی هستید که این برنامه مال اوناست. دستشون درد نکنه. خواهش میکنم، خداحافظی میکنیم. خیلی ممنون، لطف کردین. امیدوارم که بازم افتخاری داشته باشم که به خانه های شما بیام. خدا زنده باشین، درود بر شما. منم تشکر میکنم از مردم خوب کشورم که این همه ما را حمایت میکنن. تشکر میکنم از کارگردان این برنامه جناب آقای صالحی عزیز، چقدر شبانه روز زحمت میکشه یه تصویر خوب رو به خونه های شما بیاره. تشکر میکنم از شبکه جهانی PDF، جناب آقای بهمن دشتیزاده زحمت میکشن و این وقت طلایی رو در اختیار ما گذاشتن، واقعا زحمت میکشن. خودش، خانوادهش، خانم پرواز هم دیگه فرمودن ساعت 2 نصف شب زنگ بزنیم، 4 صبح زنگ بزنیم، هر زمانی که ما تماس میگیریم. خب ببینید یه خانواده عاشقانه اومده داره برای شما خدمت میکنه، تو رو خدا نذارید این تنها بمونه. اینم بسته بشه چی میشه؟ شما به ما قسم میدید، میگید که اگر شبکه PDF قطع بشه ما سکته میکنیم فلان، دور از جون شماها. امیدوارم حمایت کنید این شبکه ادامه داشته باشه. تشکر میکنم از شبکه جهانی PDF، این وقت طلایی رو در اختیار ما گذاشت، یک ساعتی رو مهمان منازل شما بودیم. تشکر میکنیم از برای بچهای پشت صحنه، چون تعداد زیاد اسم عذر ذن ندارن، مثل سرکار خانم یا اسم آقا رو. تشکر میکنم از برای بچهایی که زحمت کشیدن امروز تا این برنامه ضبط بشه، ثبت بشه و به منزل شما بیاد. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدار شما بشه.